دفاتر حقوقی مایکل مقتدر. در امور حقوقی زمانی قانون در ترازوی عدالت می نشیند که وکیلی آگاه و مقتدر در کنار شما باشد. دفاتر حقوقی دکتر مایکل مقتدر، شماره تماس 818-996-9600. با درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه در مسیر قانون، من همایون مقتدر هستم، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. در دفاتر حقوقی من امور حقوقی از قبیل مهاجرت، امور ملکی، تصادفات اتومبیل، دعاوی مربوط به اتومبیل‌های معیوب، لمن لا، ثبت شرکت‌ها و گرفتن اجازه رسمی از اداره خزانه‌داری امریکا در رابطه با آوردن پول به امریکا. تلفن دفتر من در لس آنجلس منطقه ولی 818-996-9600. خب اجازه بدید که طبق روال هر هفته جدول زمانبندی کارت سبزها رو برای ماه می اعلام کنم، ماه 5 میلادی که به شهر زیل. پدر یا مادری که دارای تابعیت امریکا هستش برای فرزندان مجرد بالای 21 سال تقاضا داده باشه، در ماه می به اول می 2005 شماره کارت سبز موجود هستش. البته اگر زیر 21 سال باشه کارنت هستش، زمانبندی نداره. همسری که دارای کارت سبز هستش برای همسرش و یا فرزندان مجرد زیر 21 سال تقاضا داده باشه، در ماه می به اون دست از عزیزانی که تا 15 نوامبر 2009 تقاضاشون دادن شماره کارت سبز موجود هستش. پدر یا مادری که دارای کارت سبز هستش برای فرزندان مجرد بالای 21 سال تقاضا داده باشه، در ماه می به 22 فوریه 2004 اون دست از عزیزانی که تا 22 فوریه 2004 تقاضاشون دادن شماره کارت سبز موجود هستش. پدر یا مادری که دارای تابعیت امریکا هستش برای فرزندان متأهلشون تقاضا داده باشن، در ماه می به اون دست از عزیزانی که تا 8 مارچ 2002 تقاضاشون دادن شماره کارت سبز موجود هستش. برادر یا خواهری که دارای تابعیت امریکا هستش برای برادر یا خواهرش تقاضا داده باشه، در ماه می به اون دست از عزیزانی که تا اول دسامبر 2000 تقاضاشون رو دادن شماره کارت سبز موجود هستش. اگر از طریق کار تقاضای کارت سبز کردید، اون دست از عزیزانی که دارای فوق لیسانس به بالا هستن و کارفرما هم کاری رو که میخواد پیشنهاد بده احتیاج به فوق لیسانس و به بالا باشه، کارنت هستش، هیچ نوع زمانبندی وجود نداره. برای اون دست از عزیزانی که زیر فوق لیسانس هستن، یعنی لیسانس و پایین، در ماه می به اون دست از عزیزانی که تا اول می 2006 تقاضاشون دادن شماره کارت سبز موجود هستش. در رابطه با قرعه کشی دیویلاتوری 2012 در ماه می تا 40,500 رسیدگی خواهد شد. فراموش نکنید که از اول ماه می، ماه 5 میلادی، اون دست از عزیزانی که اسم خودشون رو در قرعه کشی دیوی 2013 شرکت داده بودن میتونن با داشتن اون تاییدیه‌ای که زمانی که اسمشون رو شرکت میدادن در این قرعه کشی، در آخرش یک فرم، یک ورقه رو بود میتونستن چاپ بکنن، در روی اون اطلاعاتی بود که
در حقیقت شماره پرونده میشه، میتونن با داشتن اون ورقه و اون شماره چک کنن ببینن که آیا به عنوان برنده اعلام شدن یا خیر. بسیار بسیار مهم هستش که شما اون شماره را داشته باشید. اگر شماره را نداشته باشید کاری نمیشه کرد، باید صبر کنید تا شما رو از طریق پست معمولی، پست شهری به این قبولیتون، اگر انشالله قبول شده باشید، به آدرسی که دادید براتون فرستاده بشه. میخواستم در رابطه با ویزای تجاری صحبت کنم، اجازه بدید که بریم روی خطا، زمانی باشه در این زمین هم با تون صحبت. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام، من جز دوستداران شما حامیان شما وقتتون نمیگیرم. خواهش. برها سوالاتی داشتم. دکتر من برای سیتیزنشیپین اپلای کردم و رفتم اینترویو و یه نامه یه چیزی به من دادن که تو انگلیسی و اینا رو پاس کردی. بله. منطور یه نامه دیگه دادن که اون نامه N652 بالاش نوشته you passed the test، ولی این قسمتی بی نوشته decision cannot be made about your application، که نامه دادن که provide lease agreement or home ownership statement، bank and credit accounts و automobile registration و medical and dental appointment. بله. اینها در رابطه با اینکه آیا شما در امریکا زندگی میکنید یا خیر شک و شبهه‌ای دارن، بنابراین از شما خواستن که اطلاعاتی رو براشون فراهم کنید که نشان دهنده این باشه که شما در این مدت 5 سال گذشته در امریکا ساکن بودید. بنابراین بله. بفرمایید. شما من خب پاسپورتام نشون میداد و اپلیکیشنم هم پر کردم. بله. به چه مدت اینجا بودم. بله. و میخوام ببینم مگه پاسپورت نشون نمیده که این کارا رو چقدر من بودم. ببینید اینها هنوز با پاسپورت ها اشکال مشکل دارن که نمیتونن دقیقا بدونن، برای همین از شما میخوان که ثابت کنید محل اقامتتون امریکا بوده در مدت 5. بله. من میتونم مال اون اگریمنت بیارم و یکی دو تا دکتر امسال رفتم و سال گذشته رفتم. بله. مثلا من از 2007 که چیز کردم خب آدم نمیدونه، دکترهای خاصی نرفتم. بعد حالا من کارم نمی کنم. اونا... ببینم جواب این خب. که نوشته بله. ببینید شما اگر کار نمی کنی زمانی که در امریکا بودید، پس باید از یک جایی شما تأمین شده باشید. اگر... پسرم هم زندگی خب. می کنم. پس بلتب پسر شما اسم شما رو در اوراق مالیاتیش گنجونده. کپی اوراق مالیاتی پسرتون رو میتونید ببرید. اگر حساب بانکی دارید میتونید کپی نه ندارم حساب اوکی. بانکی ندارم. تنها شما... چیزی که میتونم بدم بله، شما در این مدتی که در امریکا بودید بالاخره یک بار سرما خوردید، دکتر خانوادگی دارید به اون میرید. رفتم دکتر دارم، دکتر خانوادگی دارم. خب همون اون رکورد اون رو ببرید، همینا رو میخوان. آره. چیز دیگه نمیخواد. من دکتر خانوادگی دارم که از 2010 چون من 2010 اینشورنس نداشتم کوالیفاید نبودم. ولی از 2010 هم به من نامه داده و امسال هم چند تا دندانپزشک رفتم که به من نامه میدن. ببینید ولی میخوام بگم الان مال اینا از میخوام بدونن که حداقل در 3 سال گذشته شما اینجا بودید یا نه. بله در 3 سال گذشته بودم. من الان مثلا الان امسال من 2010 تا الان اینجا. نه ببینید شما ببینم جواب این که خب آخه ببینید شما شما هی میفرمایید که از 2010 نه، شما باید برید ثابت کنید که مثلا از 2009 از 2008 اینها رو ثابت بکنید. خب اینها با 2010 یعنی اگر نگاه بکنید در حقیقت 2010 و 2010 2 سال هستش. شما حداقل احتیاج دارید که 3 سال رو ثابت بکنید که در اینجا بودید. بله. خب اینی که البته من یه چشم پزشکم 2008 رفتم اونم دارم. خب دیگه اینا همش چیزایی که میتونید ثابت کنید دیگه. ببینید قرار نیستش که شما در طی این 3 سال گذشته هر روز پیش یک دکتری رفته باشید و از اون بعد ورقه بگیرید. نه این شما بزنم به تخته انسان سالمی هستی، خب دکتر زیاد احتیاج نداشتید، همون اپایمنت هایی که رفتید رو اونها رو با خودتون ببرید. حالا میخوام بگم من تو نامه مثلا من لیسو دکترا رو این کنم مثلا تو نامه بنویسم که من بانک اکانت ندارم یا اینکه کار نمی کنم.
باید بنویسم یا نه؟ میتونید بنویسید. ببینید اینها اونها اون چیزها رو به عنوان مثال براتون دادن که برای ما اینها رو بیارید ثابت کنید که شما در امریکا بودید. خب حالا حتما نباید مثلا میگم حساب بانکی باشه، میتونه چیز دیگه جایگزینش باشه، میتونه داشتن بیل آب و برق و تلفن باشه، میتونه داشتن بیل کردیت کارتتون باشه، این چیزهای مختلفه، حتما نباید این اون چیزهایی که نوشتن باشه. بعد دکتر حالا اینا رو بفرستم، آیا باز اینترویو خواهد داشت یا رو همینا اکشن میگیرن؟ نه ببینید، اینا الان روی خطی دارن راه میرن، نمیدونن که شما رو قبول کنن، نمیدونن شما رو رد کنن. خب شما باید یه چیزی بهشون بدید که اینا به طرف قبولی شما بیفتن، نه به طرف ردیتون. خب تنها چیزی که من دارم خدمتون عرض کردم همون چیز صابخونه‌ای که ما زندگی میکردیم و یه چند تا مال دکتر رو دارم. خب ببینید، شما چیزهای زیادی هستش که میتونید این کار رو بکنید. اگر دوست آشنایی دارن که شما رو دیدن در این مدت، اونا میتونن استشهادی بدن. کارهای مختلف میتونید بکنید. من عذر میخوام، همه خطا روشن هستش. اگر اجازه بدید بس. که برم روی خطا، چون فقط یه سال دیگه بکنم. آیا مثلا من توی این مدت توی رابطه به وکیل نیاز دارم یا نه، همین که بفرستم براشون؟ خب من همیشه حرف من این بوده، نه اینکه من وکیل هستم اینجا نشستم میگم پرونده‌تون رو به من بدید، ولی من توصیه میکنم که این پرونده رو با یک وکیل بدید نگاه بکنه، نظرش رو بگه. چون ببینید، من الان رو حرفایی که شما میزنید دارم نظرم رو میدم، ولی وقتی پرونده جلو باشه ببینم به چه صورت هست، شاید مدارک دیگه‌ای هم بشه در اون پرونده گنجون که نظر اون آفیسر رو از اینی که وسط گیر کرده نمیدونه جواب مثبت بده یا رد بده به طرف مثبت بره. اینی که من همیشه توصیه میکنم. دیروزم به من گفت با کی زندگی میکنی؟ کی به تو چیز میده؟ گفتم پسرم. و واقعا خودت میدونی ما ایرانی ها میتور هستم، واقعا با پسرم زندگی. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، عرض کردم هیچ اشکالی نداره اون مسئله که با پسر زندگی میکنید یا خیر، ولی باید مدارک رو درست ارائه بدید. والا مدارک میگم، همین مال خونه است که من میتونم بگیرم از صابخونه که من اونجا زندگی کردم و همین چند تا دکتر، ولی کار نکردم، اتومبیلم ندارم. درسته. خب میگم این رو ببینید، وقتی با یه وکیل کار کنید، وکیل میدونه چه چیزهایی رو بگذاره در پرونده، چجوری اون نامه رو بنویسه، چون قرار نیست که شما یه صفحه بذارید بعدش هم بگید من دیگه هیچی ندارم، اونا هم بگن بله چشما به شما سیتیزنیتون رو میدیم. در صورت من عذرخواهی میکنم چون خطا همه روشن هستش، به من اگر اجازه بدید خواهش میکنم. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. الو. سلام علیکم، کارم خسته نباشید. سپاسگزارم. من قبل از اینکه شما شروع کنید، استدای من از بینندگان عزیز که لطف میکنن روی خطا میان، سوالاتتون رو به صورت خلاصه بفرمایید، به خاطر اینکه تمام خطا روشن هستش که من بتونم با شما عزیزان بتونم سریع صحبت بکنم. جون دلم بفرمایید. سعی میکنم چشم. جناب دکتر، من چه روزه که زنی فرم کردم و چون توی فرم نخواسته بودن از من که پاس سفید داری یا نه، من چیزی ننوشتم. آیا در این مورد ممکنه برای من ایجاد اشکال بشه؟ نه خیر. و در ضمن اگه اینکه سوال نکنم نیازی هست من اینو اعلام کنم یا خیر؟ نه خیر، روزی که تشریف میبرید برای مصاحبه اونجا با خودتون داشته باشید، میدید اونا زمینه پروندهتون میکنن. اگر خواستم بدم یا در هر صورت هم بهشون بدم، اون انیوی باطل شده هستش. بله میدونم، ولی منظورم که برای من این مشکل ایجاد نمیکنه اگر من خودم چیزی اعلام نکنم. نه نه، ولی من توصیه میکنم اگر دارید ارائه بدید، هیچ مسئله ای نیستش. مسئله برام ایجاد نمیکنید اصلا؟ نمیگم 4 سال یک ماه بعد یک روز بعد از این بعد باشی. نه ببینید، این اطلاعات غلطی که جامعه ما داره، فکر میکنه که اگر ما travel document رو بگیریم پس این داستان 4 سال یک روز میاد تو کار. خیر، اگر شما سفری داشتید بالای 1 سال، اون موقع هستش این داستان 4 روز یک 4 سال یک روز. خب اون هیچ اشکالی نداره. از اینکه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، که اگه از من سوالی بکنن لازمه بگم کارت پزشکی و حساب بانکی و چک و دیدار بقیه دوستان دارم، یا بدون اینکه اونا سوالی کنن من اینا رو ارائه بدم برای یه اینترویو. نه، اصلا این کارو نکنید اصلا. شما بگذارید اگر نظرش طوری بود که نمیتونست تصمیم بگیره، ازتون خواست ارائه بدید، اگر نخواست ارائه ندید. برای چی این کارو بکنید؟ آخه چون الان میخوام باشه با صحبت کردن گفتن بعدن برام نامه اومده، دیگه من دوست ندارم دوباره مجدد این نامه نگاری کنم. نه اصلا، نه ببینید
ببینید قرار نیست که اگه هر کی سرش درد میگیره مثلا یک نوع مریضی باشه. بله، اینه که پرونده ایشون به کلی با پرونده شما فرق داره. در اونجایی که مصاحبه میشد آفیسر در آخرش گفته من نمیتونم تصمیمم بگیرم. خب شما برید برای من این مدارک رو بیارید. بله. برای شما هم اگر خدای نکرده چنین چیزی باشه آفیسر بهتون میگه حالا این مدارک رو همونجا میتونم ارائه بدم دیگه داشته باشم. عرض کردم اینها رو با خودتون داشته باشید، در صورتی که این حرف رو میزنه که بر من اینها رو بیارید بگه خب من اینها رو دارم بیار نگاهش بکن، ولی وقتی ازتون نخواسته این کارو نکنید. حتما جج این حیات سپاس بدارم. مرسی از تماس. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. بله جانم بفرمایید. با آقای دکتر بفرمایید. مقتدر هستم، بفرمایید. الو آقای دکتر، سلام عرض میکنم. درود بر شما جانم، بفرمایید. آقای دکتر من مدت حدود 17 ساله که آمریکا هستم. بله. و این در شرط فعلی مجبورم برم ایران و موردی پیش اومده که میخوام ازدواج کنم، یعنی عقد کنم. بعد من میتونم عقد کنم بدون هیچ مدرکی برگردم برم ایران؟ منظورتون چیه عقد کنم بدون هیچ مدرکی برید ایران؟ یعنی عقد کنم برم ایران سری. در امریکا من الان گرین کارت ندارم. در امریکا عقد بکنید بعد برید بیرون. همسرتون اون کسی که میخواید باهاش همسرشون بشید سیتیزنه یا گرین کارتی هست؟ سیتیزنه. خب شما چرا نمیمونید گرین کارتتون رو بگیرید بعد برید؟ من عجله دارم، من الان یه مورد خاصی هست که باید برگردم. خب برم ایران. شما به صورت غیر قانونی در امریکا مریض هستم؟ بله. شما غیر قانونی در امریکا بودی؟ بله. خب این مسئله ساز میشه. شما بین 3 تا 10 سال میتونید از امریکا شما رو نگذارن گرین کارتتون رو بگیرید. آه بله. این قانون بهتون تعلق میگیره. پس بنابراین من باید اینجا بمونم؟ من توصیه میکنم حتما بعد بمون. بعد از چقدر وقت من میتونم برم بعد از عقد؟ 3 ماه؟ نه. ببینید مسئله این نیست که شما عقد بکنید برید. مسئله این هستش که شما باید ازدواجتون کامل بشه، تقاضاتون رو بدید، مصاحبه برید. حتی وقتی که تقاضا رو میدید به شما برگه میدن که میتونید با این برید و برگردید. من صرفا شما غیر قانونی در امریکا بودید توصیه نمی کنم با اون برگه تشریف ببرید. تا زمانی که گرین کارتتون رو نگرفتید از خاک امریکا بیرون نرید. آه بله. و در غیر صورت مثلا تو ایران ایشون میتونه برای من اقدام کنن؟ میتونه اقدام بکنه. شما میتونید اینجا عقد بکنید تشریف ببرید. اقدام میتونه براتون بکنه. اون مسئله که عرض کردم بین 3 سال تا 10 سال امکان داره براتون بیاد که باید صبر کنید خارج از امریکا. بله خیلی متشکرم. خواهش میکنم، موفق باشید. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر مقتدر. درود بر شما جانم، بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر، من سوالم این هست که اگه کسی بخواد با گرین کارت خانومشو بیاره چه مدارکی لازم داره؟ ببینید سند باید ثابت کنن که ازدواج بوده، هویتشون رو باید ثابت کنن و از نظر اون شخصی که همسری که داره براش تقاضا میده باید بتونه نشون بده که از نظر مالی میتونه ایشون رو ساپورت کنه. اون وقت مثلا مدارکش، اون عقدنامه باید توی شناسنامه‌شون اسم خانومش باشه؟ نه اون در رابطه با نه اون در رابطه با قانون‌های ایران هستش که باید باشه. شما میتونه اسم همسرتون در شناسنامه نباشه ولی عقدنامه هم داشته باشید. این که هیچ مسئله‌ای نیست. میشه یه همچین چیزی؟ بله میشه، چرا که نشه. بله پس لازم نیست که اسمش تو شناسنامه‌اش باشه یا نباشه. نه اون در رابطه با قانون‌های ایران هستش که شما باید همسرتون در شناسنامه‌تون باشه. درست. پس همین دیگه، فقط همین چیزا لازم داره. بله. دیگه خاصی نداره. نه خیلی. بله. ما یه سوال دیگه هم داشتم. اگه کسی امتحان نترالیزیشن بده و قبول نشه، نوبت بعدیش چه مدتی؟ بین 60 تا 90 روز. بین 60 تا 90. آره. ولی اگر مثلا میگم شد 95 روز نیامد این نیستش که اشتغالی پیش اومده ها. خیر. زمان هر میتونه بره تو این فاصله ایران، میتونه تو این فاصله بره یه اگر بره. سفرهایی که قبلا داشته طوری بوده که اجازه بهش میده. بله. اگر نه دیگه اینقدر سفرهاش زیاد بوده اینم میخواد بره رو اون سفرها، خیر. آها. و اگه قبول بشه و قسمش هم مثلا
معلوم نباشه کی باشه مثلا بردنش، توی فاصله میتونه؟ میتونه بره؟ بره ایران؟ بله، روزی هم که دعوتش میکنن برای قسم خوردن، اون فرم دعوتنامه پشتش 6-7 سوال هستش. یکی از سوالا این هستش که آیا از زمانی که رفتی مصاحبه تا امروز خاک امریکا رو ترک کردی یا نه؟ اونجا باید اطلاعاتشو بگه. آها، بله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم، موفق باشید. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام آقای دکتر مقتدر. درود بر شما جانم، بفرمایید. من سوال من راجع به این هست که اگر کسی با ایمیگران ویزا وارد آمریکا بشه، بله، چند روز طول میکشه تا گرین کارتش بیاد، و اگر ایشون بعد از یک هفته برگرده از آمریکا خارج بشه، بله، میتونه با اون گرین کارتی که بعد از اون مدت آماده میشه واسش بفرستن وارد آمریکا بیاد، اشکال ایجاد نمیکنه؟ بله، من توصیه نمیکنم اون گرین کارت براش بفرستن، چون امکان داره در پست گم بشه، و چون اینها کاغذهای دولتی هستش میتونن اینو بردارن. خب وقتی که شما اون ویزای مهاجرتی رو میگیرید، در پاسپورت شما یک مهری زده میشه، و وقتی که تشریف میرید داخل خاک امریکا، مهر ورود به امریکا روش میخوره، اون حکم گرین کارت رو پیدا میکنه برای یک سال. شما تا یک سال، یعنی از مهر ورودتون تا یک سال میتونید هر روز صبح از امریکا خارج بشید، شب برگردید امریکا. خب احتیاج به خود گرین کارت نداره. بنابراین اگر احتیاج به سفر باشه، میتونید با اون خارج بشید، در برگشتتون وقت پست آورده باشه با خودتون داشته باشید. من توصیه نمیکنم اینو براتون پست کنم. بس با همون مهر حکم گرین کارت رو داره، یعنی این بله، نیست که این سینگل انتری هست دیگه، نمیشه از اون نخه استفاده کرد. نه. اون ایمیگرنت ویزا هست که سینگل انتری هستش، درسته؟ اون ویزاهای موقت هست که سینگل انتری هستش. ویزاهای مثل ویزای توریستی هستش، مثل ویزای هر نوع ویزای موقت، چون ما صرفا به خاطر این رابطه ایران و امریکایی که وجود نداره، رابطه سیاسی اقتصادی وجود نداره، به ما ویزای مالتیپل نمیدن. جدیدن برای ویزای دانشجویی شروع کردن تقریبا از 5 ماه پیش، بیشتر از اکتبر ویزای مالتیپل میدن اگر در خارج از امریکا گرفته شده باشه، به دانشجوها فقط. خیلی ممنون دکتر. خواهش میکنم، موفق باشید. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم دکتر. درود بر شما جانم، بفرمایید. خسته نباشید. سپاسگزارم. ببخشید، من و خانواده‌ام حدود 10 ماه است که گرین کارت گرفتیم. بله. بعدان مشکل پیدا کردیم اینجا از نظر مالی و نمیتونیم که بمونیم. بله. و برگردیم ایران. آیا ما میتونیم سالی یک مرتبه بیان، یعنی بیشتر از 6 ماه بشه که این مدتی که مونده به سیتیزنی تمام بشه و برای سیتیزن اون مشکل پیش نمیاد؟ اوکی. ببینید، اونجوری که شما میفرمایید، یعنی میخواهید گرین کارت رو به عنوان ویزای ورود استفاده کنید و بعدش هم سیتیزن بشید. برای اینکه شما بخواید سیتیزن بشید، یک احتیاج هستش که محل اقامتتون امریکا باشه. با تشریف آوردن شما سالی یک بار نمیتونین ثابت کنید که اقامت محل اقامت من امریکا هستش. خب بعد از 5 سال که از کارت سبزتون گذشت بخواید برید برای سیتیزنی، میگن خب شما در این 5 سال چیکار کردید، کجا زندگی کردید، کجا کار کردید، کجا درس خوندید، اینها رو باید ثابت کنید. وقتی شما این رو ندارید، چجوری میخواید سیتیزن بشید؟ پس مشکل پیش ما چقدر میتونیم که خارج از آمریکا باشیم و چقدر میتونیم توی آمریکا باشیم؟ ببینید، شما چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم که سفرهاتون به خارج از امریکا نمیتونه بالای 6 ماه باشه، و در عرض این 60 ماه شما باید نیم بیشترش رو در امریکا بوده باشید، نیم کمترش رو خارج. یعنی تعداد سفرهایی که شما، روزهایی که در خارج از امریکا بودید، از 930 روز نباید تجاوز بکنه. پس هیچ راهی وجود نداره؟ نه، هیچ راهی. و گرین کارتون هم باطل میشه وقتی که اینجوری سفر کنید؟ ببینید، چیزی نیست که بگم بله اگر شما یک سال بیرون بمونید تا بیاد گرین کارتاتون رو میگیرن. تمام اینا بستگی به مأمور اداره مهاجرتی داره که در مرز ورودی هست. یکی امکان داره اصلا براش فرق نکنه، یکی امکان داره نگاه بکنه ببینه شما چند وقت بیرون بودید، بخواد شما رو بفرسته به سکندری اینسپکشن، اونجا بپرسن کجا کار میکنید، کجا زندگی میکنید، اینجور مسائل رو میتونه براتون به وجود بیاره. قانون میگه اینه که شما باید گرین کارتتون رو بگیرن. هیچ وقت
فرقی نمی کنه گرین کارت از چه طریقی گرفته باشیم، شما گرین کارت رو از طریق کار گرفتیم. خب باشه، شما ببینید اگر طریق کار گرفتی پس باید اینجا کار بکنید دیگه، نمیتونید که کار نکنید. درست. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. خداحافظ. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. الو. سلام عرض کردم آقای دکتر. درود بر شما جانم، بفرمایید. خسته نباشید و خیلی متشکرم از برنامه های خوبتون. خواهش میکنم جونم، بفرمایید. آقای تو ببخشید، من یه سالیمه که گرین کارت گرفتم. بله. زمانی که رسیدم برای یعنی بار سوم رفتم، زمانش بیشتر از 6 ماه شد. مامور گمرک به من گفتن که شما احتمالا، یعنی توی پاسپورت هم نوشتن که شما باید ثابت کنید که در امریکا زندگی میکنید. بعد هم پاس رو به من دادن و اینو در پاسپورت هم قید کردن. حالا میخوام از شما بپرسم آقای دکتر که من اگر این دفعه که بخوام برم زیر 6 ماه برم، آیا مشکل ایجاد میشه برام؟ یعنی میگیرن نمیدونم. خب ببینید، اگر سفر شما به طور مثال از زمانی که تشوردید تو امریکا اون مهر رو زدن مثلا 1 ماه پیش بوده، حالا امروز میخواید دوباره تشریف ببرید 5 ماه بیرون باشید، وقتی برمیگردید براتون اشکال تولید میکنه، تولید دردسر میکنه. ولی بگیم که زمانی که تشریف بودید 1 سال پیش بوده یا 10 ماه پیش بوده، حالا امروز میخواید برید 4-5 ماه هم بمونید، اشکال نداره. ولی اگر این فاصله خیلی کوتاهه براتون تولید دردسر میکنه. ببخشید من متوجه نشدم، یعنی این دفعه که من برگشتم از امریکا اگر مثلا 5 ماه بعد برم مشکل ایجاد میشه برام؟ خب ببینید خیلی کمه، شما این نشون میده که شما در امریکا زندگی نمی کنید، جای دیگه زندگی میکنید. یعنی شما دستور میفرمایید مثلا من زودتر برم امریکا؟ خب ببینید، شما اون سفری که تشریف آوردید براتون گفتن که باید ثابت کنید کی بوده؟ تقریبا 24 مارس بوده. خب شما یعنی ببینید تقریبا الان 1 ماه پیش بوده. خب شما اگه بخواید امروز از خاک امریکا رو ترک کنید 5 ماه هم بیرون باشید، دیگه به هر کی بگید میگه شما در امریکا زندگی نمی کنید. پس الان من یعنی شما حداقل احتیاجه که حداقل احتیاجه که مثلا یه 7-8 ماه در امریکا باشید، 9 ماه 10 ماه باشید، بعد یه سفر برید. چون وقتی که اینقدر بین ورودتون و خروجتون از امریکا اینقدر زمان کم هستش، این نشون دهنده این هستش شما در امریکا زندگی نمی‌کنید. الان چیکار باید بکنم؟ حالا چیکار بکنید؟ بله، الان این بار که رفتم ممکنه که این کارتم بگیرن، چیکار کنم برای این دفعه که مشکل ایجاد نشه؟ باز عرض کردم ببینید چیزی قانون میگه که این مسئله شما رو باید به دادگاه اخراجی بفرستن. خب حالا مأمور اداره مهاجرت در مرز ورودیتون، اون حالا بستگی داره کی باشه، چه حالت روحی داشته باشه، چه کار بخواد بکنه. من جواب قاطعی ندارم براتون بگم که حتما شما رو میفرستن به دادگاه اخراجی یا نه اشکال نداره تشریف ببرید میتونید برگردید. خب قانون اینو میگه. از من اگر بپرسید من توصیه میکنم که خیر، سفرتون رو بگذارید حداقل یه 7-8 ماه دیگه بخواید انجام بدید، به این سریعی خاک امریکا رو ترک نکنید. خب نه من الان ایرانم، برگشتم، یعنی 5 روز موندم و برگشتم، الان در ایرانم. واو. خب میتونه براتون مشکل ساز باشه، ولی این نیست که من بخوام یه ترسی رو در وجودتون بندازم بگم حتما اگر این بار تشریف آوردید شما رو دستمند میزنن به دادگاه اخراجی میبرن. خیر، میتونه براتون مشکل ساز باشه. پس نظرتون چیه آقای دکتر؟ من توصیه میکنم که هرچه سریعتر برگردید، برنامه ریزتون طوری باشه که وقتی تشریف آوردید حداقل یه 7-8-10 ماه 1 سال بمونید، بعد دوباره خاک امریکا رو ترک کنید اگر میخواید برید جایی. درسته. آقای دکتر من یه سوالی هم از حضورتون داشتم. من پسر من الان تو پروسه گرین کارت منتظر 21 ساله. بله. یعنی اینکه شهریور ماه 21 سالش تموم میشه. بله. بعد آیا این اگر از 21 سال بگذره، چون الان من که ویزا بروتون دیدم که نوامبر اینا نوبتشون، یعنی نوامبر سال 2009 دارن واقعا گرین کارت آمده براشون، الان ایشون که 2010 جانویه 2010 برش اقدام شده،
اگر از این 21 سال بگذره پرونده عقب میفته؟ نه، یه قسمتش رو میتونن اگر اون زمان بندیش رو کم و کسر بکنن، اگر خیلی به همین صورت باشه، یعنی به صورت چندین ماه باشه، میشه این کار رو کرد، ولی اگر نه یه چند سال باشه خیر، عقب میاد. یعنی نه الان شما فرمودین که اینا، من خودم هم نگاه کردم، نوامبر 2009 دارن پاسخ میگیرن. بله. بعد الان ایشون که 2010 من اقدام کردم، ژانویه 2010، آیا چقدر زمان میبره؟ والا ببینید، اگر طبق همین روالی که دارن انجام میدن که هر ماه تقریبا یک ماه تا یک ماه و نیم میان جلو، من فکر میکنم شاید در دو ماه آینده، یعنی در جولای وقت بهشون برسه. ولی اینا همش به صورت دکتر. ببینید اگر ایشون ژانویه 2010 باشه، خب بله خب بله. من فکر میکنم که در دو ماه آینده، این البته فقط و فقط و فقط در رده حدس و گمان هستش، چیزی نیست که بخواین روش حساب بکنید. خب بله بله. این رو من تاکید بکنم، من احساسم بر این هستش که دو ماه دیگه، یعنی یا در ماه جون یا جولای وقت مصاحبه بشه، یعنی براش ویزا اویلیبل بشه که بتونن براش وقت مصاحبه بگذارن. حالا در دو ماه آینده ایشون 21 سالش میشه؟ ایشون در شهریور ماه میره بالده 22 سال میشه، 21 سالش تموم میشه، یعنی در سپتامبر. خب پس بستگی داره چقدر طول کشیده که این پتیشن رو اپروف کنن. خیلی بوردر لاین هستش، میتونه بهش تعلق نگیره، ممکن اصلا گرین کارت بهش تعلق نگیره. آقای دکتر نه، تعلق بگیره ولی در یک زمان طولانی تر. در زمان طولانی تر. بله. یعنی سپتامبر تازه تموم میشه 21 سالش. ایشون باید قبل از اینکه 21 باشه، قبل از تولد 21 سالگیش رو نگاه میکنم. الو جانم، من در خدمتون هستم. نه چون ببین خطا روشن هستش، من که پاسخ رو میدم سریع به من ریسپاند بکنید، چون بله پس فرمودین که امکان داره تا سپتامبر براش بیاد وقت مصاحبه، با اینکه ژانویه 2010 یا امکان داره نیاد، چون ما بینه تقریبا. درست. بله آقای دکتر، بازم سوالی هست؟ خواهش میکنم، مرسی از تماس. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. الو سلام آقای دکتر مقتدر. درود بر شما جانم، بفرمایید. ببخشید من چون گفتی سریع سوال کنیم، سریع میخوام سوالم رو بپرسم، برای تلویزیون گوش بدم. بفرمایید. من در شوهرم برای گرین کارت اقدام کردیم، رفتیم برای مصاحبه یک ماه پیش، بعد به ما یه شماره دادن، گفتن میلتون رو چک کنیم تا ببینیم کی بیان. بعد ما میل چک کردیم، مال همسرم اومد، همسرم رفت این پکیج گرین کارت چک کرد، ولی مال من نیومده. میخوام دلیل خاصی داره یا طبیعیه؟ نه، دلیل طبیعی چه مدت این طول میکشه؟ ببینید طبیعی بودنش به خاطر این هستش که سوء پیشینه ایشون، اون بکران چکشون مال ایشون سریعتر آمده، مال شما هنوز نیامده. حالا مال شما امکان داره تشابه اسمی به وجود آمده باشه که اینا مجبورشن یک پله برن پایینتر رو بیشتر بخوان نگاه بکنن. چیز خاصی نیست، نگران کننده نیست، میاد، حالا یکم طولانی تر شد. معمولا چقدر مثلا ممکنه فاصله بیفته؟ چون ما ببینید اقدام کردیم برای رفتم، خب علاقه بلاتکلیف شده زمانبندی. ببینید زمانبندی خاصی نداره که من بهتون بگم یک ماه دیگه میاد یا پنج سال دیگه میاد. میدونید چون بکران چک چیزی نیستش که مثلا من بگم که یه روز انجام میشه یا یک ماه انجام میشه، خود اینا اعلام میکنن بین 6 تا 8 هفته. بله. خب ولی در حد خیلی طولانی شد، من اقدام بکنم از طریق وکیل یا نه؟ اقدام به چی بکنید؟ بکران چک، وکیل میخواد چیکار بکنه؟ وکیل که سوپرمن نیستش که، نه وکیل نمیتونه کاری بکنه، اون برای امنیت داخلی امریکاست، بنابراین وکیل هم نمی، حتی مگر اینکه مثلا رئیس جمهور آقای اوباما بیاد بگه بله من قبول دارم. اگر ایشون نه آقای دکتر، یه همچین موردی برای دوستان ما پیش آمد. بله. بعد اینا مثلا تقریبا یکی از 6 ماه طول کشید، مال خانومشون و مال آقای نعیمت. بله.
بعد اینا همچنین هایی نشستن به انتظار، بعد با وکیلشون بعد معلوم شده گم شده، میدونی من به این دلیل این سوال کردم، دوباره از اول اقدام کردم، یه سری مراحل طی کردم. نه اگر اون، حالا ما نمیدونیم که دقیقا چی هستش. ببینید وقتی که من اینو نمیگم که اصلا تماس نگیرید یا وکیل شما تماس نگیره، چرا میتونه، ولی اگر نیاد یعنی جوابی نداشته باشن، وکیل کاری نمیتونه بکنه، میتونه این کاریشو بکنه، پیگیر پرونده باشه، ولی مثلا میگم بگه هنوز تو بکران چکه، وکیل کاری نمیتونه بکنه، منظورم اون هستش، نه اینکه شما اصلا هیچ کاری نکنید فقط بشینید. خیلی من جای شما باشم هر 30 روز یک بار از طریق ایمیل با سفارت در تماس خواهم بود. خیلی موقع هستش که جواب میاد، اینها به هر دلیلی پستش نکردن. بله خب اینه که اونو دنبال بکنید. ما خیلی استفاده میکنیم، خیلی به شما افتخار میکنیم. سپاس بذارم. ولی خدا دوباره از دوستان خواهش کنید که خیلی کوتاه سوال کنم. با کماله من باید بگم مدت 20 دقیقه پشت خط من شرمنده هستم، بعضی روز شوهر سوال مینویسن و میپرسن. شرمنده هستم. حالا شما باید ببینید ایمیل هایی که من میگیرم، از من 4 تا سوال کردن، هر سوالی توش 5-6 تا سوال هستش، یعنی من باید حداقل یه 3 روز رو وقت بگذارم که برای اینا توضیح بدم که اینایی که خواستن از من چی هستی. در صد مرسی که لطف کردی روی خط اومدید، شرمنده که 20 دقیقه روی خط بود. خواهش می‌کنم. ما خانوادگی شما رو خیلی دوست داریم. مرسی خیلی. مرسی. اینکه خیلی با متانت و با حوصله سوالا رو جواب میدی و ما خیلی استفاده می‌کنیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. شب شما در ایران بخیر. خداحافظ. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم دوستان. درود بر شما. سپاسگزارم. مرسی جانم، بفرمایید. مثل از هم فرواری هستم، الان وارد آمریکا شدم. اپروزشون با 2005 بود، یه خانم و دو تا پسر. بله. هر کسی که اپروز نشده توی فرواری دخترشون هست، تک مونده تو شیراز. میخواستم برای دخترشون هم میتونم چی کار بکنم؟ بستگی داره شرایط دختر خانمشون چی هستش، میتونم برایش تقاضای جور. ایشون سینگله و سنش هم 29 ساله. ایشون سیتیزنه؟ نه سینگل هست. سینگل ها، سینگل. خب میتونه از طریق دانشجویی این کار رو بکنن، براش ویزا بگیرن، میتونه از طریق سرمایه گذاری براش گرین کارت بگیرن. همیشه تشکیل خانواده همیشه بوده و هست، این آپشن هست. راه های مختلفی وجود داره. یکی از راه های اول از طریق دانشجویی هست، بعد مرحله دوم سرمایه گذاری و به رضی دکتر. اینکه اگه بخوان برش فایل کنن 6-7 سال طول میکشه. بله اون مسئله طول میکشه اگر بخوان. حالا اگر بستگی داره، اگر دختر خانم خدایی نکرده از نظر پزشکی ناتوانی های جسمی چیزی داشته باشه، میتونن از طریق ویزای انسان این کار رو بکنن. راه های مختلفی هستش. بله بسیار خوب، تشکر میکنم از وقتی خیلی ممنون. مرسی. حتما برای اقدام کنید، برای دانشجویی میتونید خدمتون تماس بگیرید. استدعا میکنم زنگ بزنید با کمال میل. حتما حتما. روز شما بخیر. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سلام عرشو. درود بر شما جانم، بفرمایید. سلام جناب دکتر. درود بر شما. حالی شما خوبه انشاءالله. سپاسگزارم. مرسی جانم، بفرمایید. جناب دکتر هستین؟ بله من مقتدر هستم، بفرمایید. آقای مفتده، جناب مفتده، عوضی میخوام مزاهم شدم. خواهش میکنم. جهت اطلاع خواستم عرض کنم که من الان آماده به حساب اولین بار انگشت نگاریم انجام شده، منتها برای بار دوم دوباره نامه آمده و اینا. خواستم ببینم که این وضعیت چند بار اتفاق خواهد افتاد، چون در حال انگشت نگاری فینگر پرینت ما همین طبیعت دسته، حالا اینا ایراد میگیرن و اینا بمانن، زمان میبره، هی یه ما تجدید میکنن، خود خیلی اذیت میشه. بله نه ببینید به چه صورت، شما منظورتون برای چه انگشت نگاری شدید؟ برای سیتیزنیتون میفرمایی؟ بله. خب ببینید، چون که حالا به هر دلیلی اثر انگشت شما اینقدر خوانا نبوده، یک بار گرفتن نشده، بار دوم هم میگیرن، اگر نشه احتیاج هستش که شما تشریف ببرید به پلیس دیپارتمنت اون منطقه‌ای که زندگی میکنید و اونها نامه ای رو بدن که شما از نظر پیشینه چیزی دارید یا نه.
اون رو میتونید بفرستید برای اداره مهاجرت. پس این مورد سوم رو اگر نامه اومد که نه قبول نشد ما خودمون باید اقدام کنیم. اونا خودشون هم میگن که خب دوباره این کارو کردین نشد، چون دیگه شما رو 50 بارم ببرن انگشتاتونو بخوان ازتون انگشت نگاری بکنن نشون داده نمیشه. خب بنابراین شما عرض دوم ببخشید اینه که بین ببینید گفتن انترویو چون به صحبت از زمان چیز هست انگشت نگاری، اون وقت این دوباره تازه وقتی که من نتیجه رو گرفتم تازه مدت زمان انترویو به وجود میاد. نه من نمیدونم کی، ببینید من نمیدونم کی به شما این زمان بندی رو گفته، اصلا چنین چیزی صحت نداره. وقتی شما انگشت نگاری رو میدید در حقیقت یه جورای بک‌گراند چکتون شروع میشه. حالا این امکان داره یه ماه طول بکشه، امکان داره سه ماه طول بکشه، بعد شما رو دعوت میکنن به مصاحبه. این نیستش که انگشت نگاری رو بگیرن 25 روز بعد شما میرید برای مصاحبه. به این صورت نیست. نخه. پس ببینید عرض من اینه که پس باید انگشت نگاری انجام پیشه بعد برای من برنامه انترویو بذارم. شما تقاضاتون رو دادید، خب بعد باید از شما انگشت نگاری بشه که هویت شما مشخص بشه، پیشینتون مشخص بشه، بعد بگن خب حالا بیا مصاحبه. در روز مصاحبه هم اون تمام اطلاعات رو با شما مرور کنن، سفرهاتون رو چک بکنن، از شما اون امتحان انگلیسی رو نوشتن و خواندن اینها رو ازتون بگیرن، بعد اگر همه چی درست باشه شما رو دعوت کنن برای قسم خوردن. بله. ببخشید مورد سوال من اگه 72 سالم هست کلن از همون دفترچه که به حساب دادن از همون تماما سوال میشه یا نه؟ از اون 100 تا سوال نه نه نه، از اون 100 تا سوال اینها میان 10 تاشو بر میدارن، از این 10 تا شما باید 6 تاشو جواب درست بدید. اگر به طور مثال از یک شروع میکنن تا ششمی همه مثبت جواب درست باشه دیگه بقیه رو با شما نمیپرسن. بله. بعد روز قسم هم که به حساب بازی زمانی میبره که به حساب به روز قسم یاد بشه و شرکت کرده باشه. بله بله. بله بینسا. خیلی ممنون جواب شد. خواهش میکنم. شما خیلی لطف کردیم. خواهش میکنم. خداحافظ. درود بر شما، روی خط هستید بفرمایید. الو. الو سلام علیکم. درود بر شما جانم. من میتونم با آقای دکتر مقتدر صحبت کنم؟ بفرمایید، خودم هستم، مقتدر هستم. حالتون چطوره؟ من دارم تو تلویزیون میبینم. شما ببینید تلویزیون رو نگاه نکنید، حدوداً 10 ثانیه تاخیر داره، با تلفن با هم دیگه صحبت کنیم جونم. خسته نباشین آقای دکتر. ببخشید من حدودا 2 سال به خاطر مریضی مادرم اومدم ایران نیومدم. برنگشتم. گرین کارت دارم من. حالا به من اختیاری چیزی ندادن توی این مدت 7 سالی که میومدم و میرفتم من. حالا میخوام برگردم، تقریبا حدودا میخوام دوباره برگردم. الان من اگر بیام، اگر منو بگیرم من دادگاهی بشم، خوام ببینم که من به دادگاه معرفی کنم چقدر من باید دوباره اونجا بمونم تا اینکه من مشکلم رفع بشه. بالا ببینید زمان بندیش باز مشخص نیست، میتونه 1.5 سال هم دادگاهتون طول بکشه، میتونه 6 ماه طول بکشه، بستگی به ببینید اون دادگاه داره، زمان اون شعبه دادگاه داره. برای من گفتن زمان بندیش و چون میدونم شما هم میخواید رو این زمان حساب کنید، من نمیتونم زمان رو به شما بگم. بله. من اگر اینکه گیریم به من اون موقع که گیرین کارتمو بهم برگردوندن بازم میگم امکان داره نگیرم، ولی اگر گیرین کارتمو برگردوندن من تا چند وقت باید اونجا باشم؟ ببینید شما صرفا چون 2 سال بیرون بودید از ورودتون باید 4 سال و 1 روز بگذره تا شما واجد شرایط بشید برای سیتیزنیتون. بله. بله. بعد من الان پاسمو اگر عوضش کنم امکان داره که چون خروجی خورده تو پاسم کمکم کنه؟ نه ببینید اینها یه کارهایی بود که در گذشته میشد انجام داده بشه، امروز دیگه عصر کامپیوتر هستش. شما وقتی که از امریکا تشریف می‌بردید بیرون، وقتی که رفتید در فرودگاه کارت پروازتون رو بگیرید، پاسپورتتون رو ارائه دادید به اون شرکت هواپیمایی.
این شرکت اومده پاسپورت شما رو از لای دستگاهی رد کرده، اطلاعات شما رفته توی کامپیوتر، اداره مهاجرت روزی که شما میخواید تشریف بیارید یا روزی که اصلا میخواید تشریف بیارید در خود فرودگاه میتونه روی کامپیوتر ببینه که کی تشریف بردید بیرون. بله. بنابراین اصلا اون چیز نمیکنه، کمک نمیکنه. بله. من چه مدرکی لازم دارم که توی دادگاه خودم دفاع کنم؟ واقعا واسه من از این مادرم، من ایران هستم، در حال حاضرم شاغلم، دارم بازنشست میکنم خودمو. خب ببینید، اصلا این خود همین به همین کلمه آخری که شما فرمودید شما رو گرین کارت ازتون رو میگیرن، صرفا به خاطر اینکه میفرمایید من شاغل هستم. یعنی شما در یک جای دنیا به غیر از امریکا مشغول کار هستید، زندگی میکنید و گرین کارت امریکا رو هم دارید. خب گرین کارت امریکا به معنی این هستش که من دارم در امریکا زندگی میکنم، خونم امریکاست، کارم امریکاست، همه چیزم تو امریکا هستش. این خودش تناقض داره. خب یعنی پس شما در یه جای دیگه دارید زندگی میکنید، خود همین شما رو دیسکوالیفای میکنه، شما رو گرین کارتتون رو میتونه بگیره. پس اصلا مطلبی میخوام اینو مطرح کنم، ولی الان من میخوام برگردم، من تشهریدن میخوام برگردم و بمونم اونجا. یعنی من این مدرک پزشکی مادرم رو بیارم کمکم میکنه؟ خب 100%. ببینید آیا داشتن مدارک پزشکی مادر دلیل 100%ه که کارت سبز رو بهتون اگر بگیرن بخوام بهتون برگردونن؟ خیر، دلیل 100%ی نیست که بخوام بهتون برگردونن کارت سبز رو. خب ولی آیا میتونم برگردونم؟ بله، این هم یک دلیلی میشه، چون اصولا دلیل باید به این صورت باشه که شما از کنترلتون خارج بوده. به طور مثال، مثلا شما ممنوع خروج بودید، نمیتونستید از ایران بیاید بیرون، اون دلیل محکمی هستش که شما نیامدید. ولی از اینی که ببینید، من جنبه عاطفیش رو نمیگم و این رو به این حساب نگذارید که من هم آدم غیر عاطفی هستم. خیر، امریکا بهش اینجوری نگاه میکنه، میگه خب مادر مریض بوده، چرا براش پرستار نگرفتید؟ شما تک فرزند هستید، میدونه تمام اینها رو از نگاه میکنه. خب جنبه عاطفیش رو خیلی دور میگذاره، کنار میگذاره، بیشتر به جنبه این که چرا شما نیومدید، آیا راه حلای دیگه شما داشتید و نکردید، اون موقع هستش که تصمیمشون رو میگیرن. بله. به نظر شما چه پیشنهادی میدید که من اگر دادگاهی شدم من چه کار باید بکنم؟ ببینید، الان ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که اگر مگر اتفاق بیفته، شما کاری که میکنید روزی که تشمیر تو امریکا، خدای نکرده، خدای نکرده در مرز ورودی براتون اشکالی پیش میاد، شما رو میفرستن به دادگاه. خب شما رو از فرودگاه به دادگاه نمیبرن، شو به شما گرین کارتتون رو میگیرن، یه سری کاغذا بهتون میدن و میگن در فلان تاریخ بیاین دادگاه. روزی که در داخل خاک امریکا هستید، اون موقع بهترین هستش که با یک وکیلی مشورت کنید، اون وکیل مدارک شما رو ببینه که بتونه دفاعیاتش رو انجام بده. الان من بشینم برای شما هی صحبت بکنم، هم از حوصله برنامه خارج هستش، همی هم این عزیزان روی خط هستن که عادلانه نیست به اونها. بنابراین چیزی رو که اگر در دنبالش میگردید بگذارید زمانی که داخل خاک امریکا اومدید، چون احتمال هم داره اصلا کسی از شما چیزی هم نپرسه. خب این دو سال یعنی من الان یه هفته از سالم گذشته، این خیلی من از این نگرانم خیلی، چون قبلا 8-6 ماه الان تکنیکلی ببینید الان تکنیکلی شما گرین کارتتون باطله. خیلی ممنونم آقای دکتر، یک دوره تشکر کنم، اگر این که ما مشکل پیدا کرده اونجا میتونیم با شما تماس بگیریم. با کمال میل در خدمتون هستم. زنده باشین، دستان درد نکنه، خدا حافظ. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید. سریع خطا همه روشن هستش، وقت برنامه هم داره تمام. جونم بفرمایید. بفرمایید. دکتر من از بسیار قبول شدن های دیویلاتری سال گذشته هستم. بله. نوبت مصاحبه هم اومده. دو سال اصلی داشتم اگه امکان داره. بفرمایید سریع لطفا. پلیس سرتیفیکیت. بله. شما من از سال 98 در امارات هستم. بله. آیا امارات پلیس سرتیفیکیت میخواد یا نمیخواد؟ بله بله بله، شما میخواید اونو باید بگیرید. هر کجای دنیا، هر کجای دنیا غیر از ایران،
جونم؟ عنوان کرده که به سابن این اون رو من دارم بله نوشته که میتونم براتون دارم A police clearance certificate from the countries in which the visa applicant lives for more than one year after the age of 16 بله It is not, this is not needed for the UAE or Iran خب ببینید نه ماه پیش بود که کلاینت من رفت برای مصاحبه از اونجا هم خواستن گفتن از پلیسش باید یه نامه بیارید اگرم ببینید من توصیه میکنم که این کار رو بکنید اگرم ندادن یه ورقه بدن که ما نمیدیم اینو بعد اونو بدید به سفارت آها خیلی بعد یه سوالی دارم تو این مثلا این نوشته شده آیا این اپ موافقت میشه چون که اینجا نوشته که مردن ونگه چون که من حدود تقریبا 17 سال پیش 17 سال 14 ماه در ژاپن بودم آیا این اپ موافقت میشه که پلیسی کلینیک اونجا هم داشته باشم بله ببینید این به قانون میگه که از 16 سالگی به این طرف هر کجای دنیا شما زندگی کردید بالای یک سال باید پلیس سرتیفیکیت رو بگیرید حالا زمانی که ژاپن بودید بالای 16 بودید بله 25 سالم بود بله اون احتیاجه خب الان مدت گذشته خیلی وقته 20 سال گذشته است با سفارت ژاپن تماس بگیرید و بگید که من برای مصاحبه میرم پلیس سرتیفیکیت میخوام اونا خودشون بهتون میگن چه جوری باید اقدام کنید آها این یه مورد دیگه خیلی مهمه این در رابطه فاینانشال ادوان بسابند چیز مالی رو ما چه چیزی نیاز هست که نشون بدیم شما خب شما خانواده هستی خودتون یک خانواده هستم بله چند نفرید خونه دارم در ایران ملک دارم چند اینا با ترجمه بشه ارزش گذاری بشه بهتری ما رو نشون بدیم شما چند نفر هست خانوادهتون چند نفری هستش خودم هستم خانم و دخترم البته خانمم مینال بیکند اپلیکنت من در حقیقت خب ببینید شما باید حداقل نشون بدید که یک دارایی 150,000 دلار به بالا دارید خب اگر ملکی دارید اگر حساب بانکی دارید تمام اینها رو ترجمه کنید با خودتون ببرید بعد ارزش گذاری هم کنیم اون رو 100% به خاطر اینکه مامور سفارت امریکا که نمیدونه مثلا میگم این منزل شما توی نیاور مثلا میگم در نیاوران متری چنده یا در میدان شوش متری چند هستش اینو باید بهش ارزشیابی رسمی باید کارشناس دادگستری بیاد ارزشیابی بکنه قیمت رو بنویسه چون در اکثر سندها مثلا اگر شما یک منزل رو 100 میلیون هم که خریده باشید مثلا بنویسن اینو 200,000 تومان فروختیم به خاطر اون از نظر مالیاتیش برای همین باید این منزل ها ارزشیابی رسمی بشه بعد سوالی که از این نحوه مصاحبه اگه امکان داره در مورد مخصوصا اون افرادی که دیویلاتاری هستن شما ببین مسئله اصلی در این هستش که آیا شما دیپلم به بالا هستید خب خصوصیت بله. اخلاقی خوبی رو دارید از نظر مالی میتونید خودتون رو ساپورت کنید یا نه اطلاعاتی رو که روزی که اسمتون رو در کامپیوتر شرکت میدادید درست هست یا نه خب از اون طریق میتونید به من میگم وقت برنامه تمام شده اجازه بدید من شما رو روی هولد بگذارم بعد از برنامه باهاتون صحبت کنم گوشوزتون باشه خواهش میکنم خب به پایان وقت برنامه رسیدیم تشکر میکنم از شما از اینکه روی خط اومدید مشکلاتتون با من در میان گذاشتید تشکر میکنم از کارگردان فنی برنامه خانم غزاله در طول هفته میتونید از طریق تلفن به دفتر که از 818-996-9600 و یا از طریق ایمیل من که هست مقتدر moghtader@lawyer.com برای من سوالات خودتون رو بفرستید پاسخگوی سوالاتتون هستم استدعای من از شما این هستش که سوالاتتون رو به صورت خلاصه بفرمایید تا من بتونم پاسخگوی اون سوال به صورت سریع باشم و یا اینکه میتونید تشریف ببرید به فیسبوک من که هست www.facebook.com خط مورب مقتدر لا در این صفحه که تشریف میبرید در رابطه با مهاجرت هستش اطلاعاتی که روزانه عوض میشه لطف بکنید اون دکمه لایک رو هم فشار بدید که این اطلاعات که ما روزانه عوض میکنیم برای شما هم این اطلاعات جدید بیاد و اینکه اگر سوالی داشته باشید میتونید برای من روی فیسبوک من پست بکنید و پاسخگوی سوالات شما خواهم بود تا برنامه دیگر روز روزگار بر شما ازن خوش باد
مهاجرت، امور ملکی، تصادفات، صدمات بدنی ناشی از کار. در دفاتر حقوقی مایکل مقتدر. در امور حقوقی زمانی قانون در ترازوی عدالت می نشیند که وکیلی آگاه و مقتدر در کنار شما باشد. دفاتر حقوقی دکتر مایکل مقتدر. شماره تماس 818 996 9600.